سلام عرض می کنم. راز پنهان بخش 77. مسیح پسر خداوند است. مسیح پسر خداست. میخوام دوباره بگم. مسیح پسر خداست. بسیاری درک نمی کنند که یعنی چه وقتی که گفته میشه مسیح پسر خداست. برای اینکه نمیفهمن، به خاطر اینکه رابطه‌ای با مسیح ندارند، رابطه‌ای با خدا ندارند. و من هیچ شکی ندارم آنها در گناه زندگی می‌کنند. آنها انکار میکنند که شیطان دشمن آنها، چون یک شیر درنده آنها را لقمه لقمه کرده تا بخوره. ای کسانی که در گناه زندگی میکنید، مسیر رو هنوز نشناخته ای، نمیشناسی، یه چیزی بهت میگم، باور کن. مسیر تو رو هم دوست داره و برای گناهان تو هم نیز جان داد. برای گناهان تمام مردم جهان جان بیگناه خودشو داد. و اگر اینو باور نکنیم، لقمه لقمه میشی و هلاک خواهی شد. مسیح پسر خداست. مسیح پاک است، یعنی مقدس است. عزیزان، با مسیح رابطه داشته باشید و پاک زندگی کنید. و شما عزیزان پاک هستید، چون که با مسیح رابطه دارید. چطور بدونیم که پاک هستی؟ ببینید عزیزان، که خدای پدر ما را دوست داره، خیلی هم دوست داره، چون که ما را فرزندان خود خوانده است. و همینطور هم است. با تو ایماندار داره صحبت میکنه، همینطور هم هست. مسیحیان فرزندان خدا هستند و همگی برادران و خواهران مسیح هستیم و به خانواده خدا تعلق داریم.
و میدونی چطوری آشکار میشه که تمام این چیزها هست؟ این پاکی من و شما در عمل کرد ما نسبت به دیگران آشکار میشه. اینه راز پنهان مسیح پسر خدا هست. من و شما شریر رو لگدمال خواهیم کرد و او خاک زیر پای ما شده است، قالی زیر پای ماست. اگه در نزدیکی مرگ هستی، اگه دست و پا میزنی، امید تو از دست نده. امیدت در مسیح. مقابل دشمن ایستادگی کن و خدا تو را از شر شریر رهایی خواهد داد. آمین.